با تبریک ماه ذیحجه، ماه ولایت، ماه عید قدیر و همچنین عید قربان، ماه ایثار و فداکاری و برنامه عبادی مهم حج، امروز 23 تیر ماه و روز 23 تیر ماه در تقویم ما به عنوان روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان آمده. پس از اقداماتی که دولت 11 برای از بین بردن تحریم ظالمانه و احقاق حقوق ملت انجام داد، در واقع روز 23 تیر ماه سال 94 بود که ما به توافق رسیدیم و به همین دلیل روز 23 تیر ماه به عنوان روز گفتگو و تعامل سازنده نامگذاری شد. خب برای دولت 11 و 12 یکی از اهداف بسیار مهم احقاق حق ملت در زمینه مسائل فناوری‌های مدرن و تجارت و اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی و تولید بود. این هدف اصلی و مهم در دولت 11 بود، به نحوی در دولت 12 هم تکرار شد.